مگه آپولو هوا میکنید که ماهی 8 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون درآمد دارید؟ یا موشک میفرستید فضا؟ سلام علیکم رفقا، محمد حسین آرونی هستم و تو این قسمت از جرقه میخوایم در مورد کسب درآمد از تولید محتوا صحبت کنیم. کسب و کاری که شغلی که خیلی نوظهور 4-5 ساله تو ایران اومده و مد شده و فعالیت کردن توش و سود خوبی داره و فضای بکریه برای درآمدزایی. خیلی از راه ها هستش که هنوز خیلی ها نرفتن. میتونید شما جزء اون نفرات باشید که اولینا باشید برین واردش بشید و توش موفق بشید و کسب درآمد کنید. ولی اگه قبلش هنوز کانال یوتیوب من هنوز سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش رو بزنید تا جز اول نفراتی باشید که از ویدیوی من مطلع میشید. روی صحبت هم بیشتر با اون کسایی که میخوان داخل اینستاگرام تولید محتوا کنن و فعالیت کنن، ولی میشه از مطالبی که میگم توی بقیه پلتفرم هم استفاده که برای تولید کننده محتوا و تولید کردن محتوا در اون پلتفرم ها. درسته این مقدار تغییرات داره ولی میشه استفاده کرد دیگه. اولین شرط و مهمترین شرط برای شروع هر کاری علاقه است. اگه شما علاقه نداشته باشی به این موضوعی، بعد از یه مون رسیدن بهش دل سرد میشی و میذاریش کنار. ولی اگه علاقه داشته باشی حتما پشمندش رو میگیری، تلاشتو بیشتر میکنی، راههای مختلفی رو تست میکنی تا بهش برسی. پس اگه علاقه داری به این موضوع ادامه ویدیو رو ببین، اگه نداری همین الان ول کن و برو سراغ علاقت. دومین نکته مهم از نظر من اینه که شما ببین چقدر میخوای وقت بذاری. چرا اینا میگم؟ به نظر من یکی از مهمترین اصول رشد توی تولید محتوا اینه که استمرار داشته باشی. هرچی استمرار بیشتری داشته باشی رشد بیشتری داری. مثلا من شاغل یا من محصل نمیتونم نسبت اونی که وقتش آزادتر تولید محتوا کنم و رشد داشته باشم، و اونی که استمرار داره تو تولید محتوا بیشتر رشد میکنه طبیعتا. اگه دو تا شرط قبلی رو داشتی، این شرط سوم گوش بده. شما باید تو این شرط چیکار کنی؟ فیلد کاریتو مشخص کنی. ببینی تو چه زمینه‌ای علاقه داری، تو چه زمینه‌ای تخصص داری. آشپزی باشه، هنری باشه، ورزشی باشه، و اینم بهتون میگم که با خلاق باشید. و الان مثلا حوزه فوتبالاگری تقریبا اشباع شده و درصد موفقیت شما خیلی کمه و خیلی هم سخته. شما مثلا باید توی حوزه‌هایی که دوست دارید خلاق باشید و خوب عمل کنید تا رشد کنید. حالا از 3 تا مرحله گذشتیم و وارد مرحله 4 و شرط 4 شدیم. اونم چیه؟ اینه که بیا شناسایی کنی نیاز مخاطب تو. ببین چی لازم داره. مثلا شما بلاگر ورزشی، بیا آموزش درست دادن حرکات ورزشی رو بگو. یا مثلا بیا ببین چه حرکاتی برای کم کردن وزن مناسبه. اینا رو آموزش بده و شناسایی کن نیاز مخاطب تو. ببین بیشتر به چی علاقه داره. و همه اینا هم با تست کردن جواب میده. مثلا شما 4 تا پست گذاشتید، مثلا جواب نگرفتی، سبک تو عوض کن و نیاز مخاطب تو ببر اون سمتی که اون میخواد و براش تولید محتوا کن. این نیاز مخاطبه خیلی تو رشد شما تاثیر داره. چرا میگم؟ مثلا این دونه از مخاطبای شما، فالوورای شما، نیازش به طرف چه حتما لایک میکنه، کامنت میذاره و میفرسته برای دوستاش، یا حتی اد استوری میکنه. و از یه مخاطب شما چندین مخاطب دیگه هم به دست میاری. پس تولید کننده محتوا هستی، به نیاز مخاطبم توجه کن. اگه شما همه کار رو کرده باشی، شروعش هم انجام داده باشی، فقط یه مرحله میمونه. اونم چیه؟ ارتباط سازی. شما چیکار کن؟ بیا کسایی که مثل خودتان دارن تولید محتوا میکنن با هم دیگه ارتباط بسازید. لایک کنید براش، کامنت بذارید، اد استوری کنید و معرفیش کنید. چیکار میکنه؟ چه سودی برای شما داره؟ اونم میاد همین کارا رو برای شما میکنه و از تجربیات هم دیگه میتونه استفاده کنی. و اول کار خیلی خوبه. من دیدم کسایی که پیشرفته هم هستن و به جایی هم رسیدن با هم دیگه هنوز هم تبادل دارن و چیز بدی هم نیستش. اینم بگم که از کسی توقع نداشته باشید. وقتی شما رسیدید به مخاطب و روی مخاطبتون تاثیرگذار بودید، میتونید تبلیغات بگیرید. واسه میام بهتون تبلیغات میدن که هزینه استوریتون چجوریه، هزینه پستتون، همکاری در فروش انجام میدید و اینا رو شما میتونید استفاده کنید و بگیرید، تبلیغات کنید، اسپانسر بگیرید برای ویدیوهاتون و درآمدزایی کنید. این بود چند تا نکته برای کسب درآمد از تولید محتوا که شما اگر میخواین درآمدی داشته باشید با مخاطب جذب کنید، که چند تا از المانش رو تو این ویدیو گفتم. المانای خیلی زیادی داره که شما میتونید با تجربی به دست بیارید. بهتره که تجربی به دست بیارید، ولی پیجایی هستن که تو این زمینه ها فعالیت میکنن. شما میتونید با دنبال کردنشون به اطلاعات بیشتری برسید. رسالت جرقه این بوده که این جرقهشو تو ذهن شما بزنه. امیدوارم که زده باشید. دمتون گرم که تا آخرین ویدیو اومدید. با لایک، کامنت، سابسکرایب حمایت کنید و خیلی مخلصیم.